از لایپزیک با نیت دیدن دوستان و آشنایان راهی شهر کوبلینز می شویم. اما طی دلم همیشه چیزی دیگری نیز در این سفر هست و آن دیدن زیبایی ها، طبیعت و شهرهای دیگر آلمان است. شهرهای غربی آلمان که از مناظر و زیبایی های خاص برخوردار است. طبیعت سرسبز، جنگلزار و همچنان رودها و طبیعتی که برای اولین بار است آن را از نزدیک می بینم. ساعت هشت صبح از لایپزیگ که یکی از شهرهای ایالت زاکسن آلمان در شرق کشور موقعیت دارد، با خط قطار محلی راه می آفتیم. پس از خارج شدن از شهر و وارد شدن به طبیعت و جنگلزارهای زیبایی که جز طبیعت اروپاست، روحیه تازه تر می شود. خطوط قطار هم به گونهای تنظیم و کشیده شده است که روستاها و شهرهایی را به هم وصل کند. از شهر به شهری و از روستا به روستایی به پیش می رویم. نزدیک به پنج ساعت را در قطار از میان درها، تپه ها و مناظر زیبای طبیعت به پیش می رویم تا در بخشهایی از ایالت بایرن می رسیم و خط قطار را عوض کرده به سمت فرانکفورت به پیش می رویم. با رسیدن به شهر فرانکفورت دوباره خط قطار عوض کرده به سمت شهر کوبلینز به پیش می رویم. با عبور از فرانکفورت آهسته آهسته طبیعت متفاوت تر می شود. در ماینز این تغییرات بیشتر احساس می شود و بالخصوص با وارد شدن در درهی راین. در راین در آلمان جازبه های خوب تفریحی و توریستی دارد. این منطقه با مساحت 65 کیلومتر بین دو شهر کوبلنز و بینگن آلمان قرار داشته و از سال 2002 نیز به لیست جاذبه های میراث جهانی یونسکو اضافه شده است. از مهمترین جاذبه ها و مراکز توریستی در رایم می توان به چشم انداز طبیعی زیبای این منطقه همراه با انواع قله ها، کلیساها و نیایشگاه های مختلف اشاره نمود. در راین یا گورج گرج که به خاطر در راین میانی علیا معروف است. در واقع منطقه‌ای به وسعت 65 کیلومتر از راین بین شهرهای کوبلنز و بینگن در ایالتهای راین لند پالاتینات و حسه آلمان می باشد. بهتر است بدونید که این دره به واسطه ترکیب منحصر به فردی از جازبه های تاریخی طبیعی، فرهنگی و صنعتی در جوان سال 2002 به لیست جازبه های جهانی یونسکو اضافه شده است. چشم زیبایی از دره راین را, را در تصاویر که از این مسیر با تلفن همراه از پشت پنجرهای قطار گرفته شده است تماشا کنید. این دارای تشکیلات زمینشناسی جالبی به نام سنگ های لورلی می باشد که ارتفاع این سنگ های شیب دار حتی تا دویست متر نیز می رسد. این دره همچنین میکرو اقلیم خاص خود را داشته و به عنوان یک زیستگاهی برای گونه عمل می کند که در مناطق دیگر آلمان یافت نمی شود. از این گذشته در راین مناسب ترین اقلیم و خاک را برای کشت انگور داره و به همین علت بیشترین سهم از تاکستانهای آلمان متعلق به این منطقه می باشد. در معرفی در راین در آلمان ناگفته نماند که این در زمانی شاهراه تجاری مهم در اروپای مرکزی محسوب می شد، و به همین دلیل نیز قلعه های زیادی در این در احداث شده و این دره به منطقه استراتژیکی برای امپراتوری روم تبدیل شد. قلعه های تاریخی زیادی در ساحل در راین مثل قلعه مارکسبرگ، قلعه راین استین، قلعه بورگ استالک و غیره وجود دارد که تماشای آنها برای گردشگران جذابیت خاص خود را دارد. اما تعداد کلیساهای تاریخی، در جوار رودخانه راین نیز کم نیست و از معروف در این آنها می توان به کلیساهای سنت کاستور، در کوبلنز، نیایشگاه ورنر در باخارخ و غیره اشاره نمود. اما از دیگر جازبه های توریستی در راین می توان به پل های معلق و تلکابین های مختلف مثل تلکابین راین در کوبلنز اشاره نمود.